سلام به دوستداران و همراهان عزیز موجی شو. بابک خرمدین و یارانش به مدد دژی کهن که به قلعه بابک شهرت یافته، به مدت 20 و چند سال لشکریان عرب را که به قصد محاصره و سرکوب جنبش خرمدینان آمده بودند، در کوها سرگردان و با شبیخونهای خود آنها را از دم تیغ گذرانده و وادار به فرار می کردند. موقعیت استراتژیک قلعه بابک بگونه ای است که به گفته بلعمی یک مشت مرد جنگی می توانستند از آن در برابر سپاه چند هزار نفری محافظت کنند. در این ویدیو نگاهی داریم به قلعه بابک و رازهای مقاومت 22 ساله بابک خرمدین. پس تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. اما قبلش زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله اول از همه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. بابک خرمدین را چقدر می شناسید؟ بابک خرمدین یکی از سرداران ایرانی از آذربایجان بود که بر ضد ظلم خلفای عباسی به پا خواست. وی طی 22 سال رهبری جنبش سرخ جامگان را به عهده داشت. در همان عصر مازیار از مازندران، ابو مسلم خراسانی و یعقوب لیث از خراسان و سیستان نیز از دیگر سرداران ایرانی بودند که بر علیه ستم خلفای عباسی دست به قیام زدند. آوازه دلیری ها و رشادت های بابک و یارانش فراتر از منطقه رفت و سبب شد ماجرای قیام خرمدینان در قالب افسانه های سحرانگیز از شبه قاره هند تا قلمروی رومیان، از جزیره العرب تا سرزمین اسلاو ها نیز گسترش یابد. هرچند فرجام بابک به دلیل خیانت عده‌ای چون افشین بسیار تکان دهنده و تلخ بود، اما باید به خاطر آورد که وی در اوج شرف و مردانگی جان خود را همچون همرزمان دیگر خود برای اعتلاء و شرف ایران فدا کرد. تأثرانگیز است که ایران آنقدر که از جانب خیانتکاران خودی آسیب دیده توسط دشمن خارجی مورد تهدید واقع نشده است و نمونه آن ماجرای افشین است که با وجود ایرانی بودن برای کسب قدرت و مقام ذلت خدمت معتصم خلیفه صفاک و ظالم عباسی را به جان پذیرفت و برای خوشخدمتی به خلیفه و تسلط بر خراسان با خدعه و نیرنگ بابک را اسیر کرد و او را از اوج کوهستانهای پر افتخار به قصرهای پر از نیرنگ بغداد روانه کرد. آنگاه به دستور معتصم در حضور درباریان و خود خلیفه به ترتیب دستها و پاهای بابک را از تن جدا کردند و او را مسله کردند تا وی در نهایت شرف و مردانگی جان سپرد. میگویند که بابک پس از قطع دست راستش با دست چپ خون دست راست را بر چهره خود مالید و تمام صورتش را گلگون از خون کرد. معتصم میپرسد دلیل این کار چیست؟ بابک پاسخی داد که بعد از 1200 سال هنوز استدلال محکم مردی و مردانگی و آزادی و آزادگی است. وی گفت من با خون سیمای خود را سرخ کردم تا فکر نکنی که ترس از مرگ باعث شده که رنگ صورتم زرد شود. تاریخچه قلعه بابک. قلعه بابک بنای باشکوه و زیبایی است که در گذشته محل استقرار و سنگر دفاع بابک خرمدین سردار ایرانی در مقابل تهاجم اعراب بوده است. احتمالاً پیش از او نیز جاویدان فرزند شهرک که مبارزات خود با اعراب مهاجم از کوهستانهای اردبیل آغاز کرده بود در این قلعه سکونت نموده است. بابک نیز ابتدا به جمع مبارزان جاویدان پیوسته و پس از مرگ او در سال 200 هجری قمری به عنوان رهبر خرمدینان 22 سال توانست در این قلعه به مبارزات خود ادامه دهد. این بنا احتمالاً یک قلعه دفاعی است که در دوران اشکانی یا به احتمال قوی تر در دوران حکومت پادشاهان ساسانی ساخته شده و شباهت زیادی به سبک معماری مجموعه سلیمان مربوط به دوران ساسانی دارد. از آثار معماری و برخی از سنگ‌ها و روش چفت و بست سنگ‌ها و ملات ساروج و اندود دیوارها از نوعی گچ و خاک نیز می‌توان به یقین اظهار داشت که ساختمان این دژ و قلعه
در روزگار اشکانی و به خصوص ساسانیان ساخته شده است. در قرون دوم و سوم و تا چند قرن پس از آن مورد تعمیر و مرمت قرار گرفته و تغییراتی در آن به وجود آمده و الحاقاتی در بنا ایجاد شده است. بنابراین بابک پس از استقرار در این دژ قسمت‌های اصلی آن را ترمیم نموده و بخش‌هایی را نیز به آن افزوده است. اکنون که بیش از 1200 سال از آن دوران می‌گذرد، هنوز بخش‌هایی از آن دژ پرصلابت پابرجا مانده است. موقعیت جغرافیایی قلعه. قلعه جمهور معروف به دژ بابک در 50 کیلومتری شمال شهرستان اهر و در ارتفاع غربی شعبه‌ای از رود بزرگ قرسو قرار دارد. منطقه‌ای که به نام کالیبر معروف است. دژ بابک خرمدین قلعه ای است بر فراز قله کوهستانی در حدود 2300 تا 2700 متر بلندتر از سطح دریا. اطراف این قلعه را از هر طرف دره‌های عمیق با 400 تا 600 متر عمق فرا گرفته است و تنها از یک سو راهی باریک و صعب العبور برای دسترسی به این قلعه وجود دارد. قلعه بابک با نام‌های قلعه بابک، دژ بابک و قلعه جمهور معروف است. برای نفوذ به داخل تنها راه ورود دروازه اصلی است و از کوهستان امکان وارد شدن به قلعه وجود ندارد. برای گذر از دروازه ورودی و پشت سر گذاشتن بارو، برای رسیدن به دژ اصلی باید از گذرگاهی باریک که حدود 100 متر صعود از ارتفاع را نیز به همراه دارد گذشت تا به مدخل ورودی قلعه رسید. مسیری صعب العبور که از یک سمت مشرف به دره است با جنگل‌های تنگ و ژرفایی در حدود 400 متر به صورت تیغه و دیواره تا قعر دره ادامه دارد. در تکیگاه‌های طبیعی این دیواره‌ها و چهار جهت بنا، چهار جایگاه برای دیدبان‌ها به صورت نیمه استوانه ساخته شده است. اینها مقر سربازانی است که هر جنبنده ای را تا کیلومترها دورتر از فراز دره‌ها و کوهپایه‌ها زیر نظر می‌گرفتند. پس از صعود برای ورود به دژ اصلی از مدخل دیگر با پلکان‌های نامنظم باید عبور کرد. طرفین مدخل دژ به وسیله دو ستون کاذب مشخص شده است. بنای دژ دو طبقه و سه طبقه بود و پس از ورودی قرار گرفته است و پس از آن تالار اصلی وجود دارد که اطراف آن را هفت اتاق فرا گرفته است. اتاقهایی که به تالار مرکزی راه دارند. در قسمت شرقی دژ تأسیسات دیگری مرکب از اتاقها و آبنبارها ساخته شده است. سقف آبنبارها با تاق جناغی و گهواره‌ای استوار شده اند. محوطه داخلی آن نیز به وسیله نوعی ساروج غیر قابل نفوذ گردیده و به هنگام زمستان از برف و باران پر شده و در تابستان و در هنگام محاصره ها از آب آنها استفاده می شده است. در سمت شمال غربی دژ پلکان‌هایی سرتاسری وجود داشتند که اکنون ویران شده و قسمت‌هایی از آن بیرون خاک است و تنها راه صعود به بخش‌های مرتفع‌تر بنا است. در مورد اشیا و ابزاری که از قلعه بابک به دست آمده باید گفت که نخستین اشیاء سفالینه‌های منقوش و لعاب خورده بود که یک دوره استقرار تا اوایل قرن هفتم هجری را نمایش می‌داد. همچنین تعدادی سکه‌های مسی کشف شدند که برخی از آنها به علت ساییدگی و زنگ خوردگی فراوان غیر قابل خواندن است و در بین این سکه‌ها برخی مربوط به اتابکان آذربایجان و هزار سیبان قرون ششم و هفتم هجری هستند. دوستان عزیز، مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگر خوشتون اومد لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید.